نفهمی؟ او چرا این زبون بدتر اینقدر تیخش میزنی گناس؟ تو رو سرنم اختیار علاقه ما دارم دلا مستب این سیخه. خب باشه بی پدر میگه باشه، حالا به خودت فرو میکنم تا ببینی چه مرزه ای داره. آگه مرز داری؟ چرا میزنی؟ درد دومه. آره به اینم دردش میاد، منتها حیوانی زبون ندارد که بگید، بارش هم سنگینست. حالا میخوایی مثل آهو با دوبه؟ آره. یا جلو ببینم دلاشو تا بهت بگم. بزن یکم بذارم این ورد، حالا بارش سبک میشه. آنا چی دستور میدید عیاس خان؟ خلاصه من مفلسم ندارم، زن و بچم گشنن، تو کت من یکی نمیره. اگه تا فردا تمام قرض منو داد که داد، اگه نداد واسه خونش اجایه صادر کنین و عطا عیالو بیزیم بیرون. شش عیاس خان ای پدر نامردی نزول خور. خدا قربونی سرم بری الهی دورم بگردی. خب چی میخوای داشت باقه؟ والا عبادالله خان میخواد شما رو ببینید، البته بعدنم کفارشو میپردازه دا. عبادالله چه عجب به یاد ما افتاده، گرفتار عزاداری بود، به جون خودش نباشه شما رو کفن کردم. تا پیروز که شبی هفتی پدرش تموم شد فرصت نداشت سرشو بخورم. خب حالا بعد از مرگ آقا بزرگ بی پیش خودم کار کن، سوکونه داریرم بز کنار. چه بیتر؟ فقط قرض تا بیخی گلومو گرفته، اگه یک گشایشی تو کارم پیدا بشه دا دل میکنم میام پیشت آقایی دا میکنم تو بیمیری به مرگ موت به چه یا باور نداری؟ میخوای یه دور دورت بگردم که باور کنی؟ بیا اینم یه دور. الهی که در پس پیش مرگی هیکلم بشی. خلاصه کاراتو روبرا کنه و بیا پیش خودم. عیاس خان شما دن ما رو ببین، باقیش درست میشه. حالا عبادالله با ما چی کار داره؟ خب معلوم است دیگه، میخواد 5000 تومن قرضی باباشو بده. دهنتو آب بکش، 5000 تومن نیست و 50000